اگر ما رو به کمونیستا وصل نمی‌کنید چون موهامون سرخ و سیاست، بریم که آهنگ جدید سروش هیچکس رو داشته باشیم به اسم من چیزی که میخوام. اومد یک پست گذاشت گفت من چیزی که میخوام پر کنید و احتمالاً این حال و هوا رو داشت، مثل آلبوم مجاز که بیت از یکی از مخاطبا توش استفاده شده بود. اینجوری بود که آقا بگید شما چیا می‌خواید، ما می‌خوایم اینو بدیم و ریلیز کنیم و این حرفو. بعد از اون هم یک ریلزی گذاشت و یک اجرایی داشت به نوعی و یه تیزر میشه گفت کامینگ سون خیلی سریع راحت و اونو دادن و اعلام کردن که میاد. بحث اولی که دارم، صحبتی که دارم برای سروش هیچکس، اون ویدیویی که ما ازش دیدیم، لوکیشنی که داشت و لباسی که تنش بود، این حسو به آدم میداد، با کمال احترام این حسو میداد که انگار سروش از خواب پا شده، سر صبونه بوده، بهش گفتن آقا بیا بریم یه ویدیوی هم واسه این بگیریم، گفته وایس چای رو بزنم بیام، و رفته بود اونو گرفته بود. ویدیو وقتی مخصوصا برای تیزر و اینها قرار گرفته بشه و یک اسمی مثل سروش هیچکس، اون لباس، اون لوکیشن و اون مدل، حتی تیزر، یه حالی میده که انگار خود آرتیست هم کارشو خیلی جدی نمیگیره و باید رو اینها فکر بشه. حرکت یه حرکت مارکتینگی بود که این روزها میبینیم که اجرایی از آهنگت بذار، آهنگتو پخش بکن، یکی از ترندهای مارکتینگ رپ فارسی الان و معمولا هم ریلزا اینجوری بالا 1 میلیون ویو میخوره از هر کی که باشه، داریم میبینیم، هر کی که منظورم اسمایی که میشناسیم. و بنابر این من فکر میکنم یکم باید حداقل لباسی که میپوشیم کم بهتر باشه، یا لوکیشنی که هست کم بهتر باشه، حتی زاویه دوربین، حتی پوف چش، همه اینها. و این خودش ارزش کار تو وهله اول به عنوان پیش درآمدی که خواهیم داشت که کار قراره چجوری باشه و قراره به زودی بیاد، جالب نبود به نظر من و این حسو میداد. اما آهنگ اومده و با همچین کاوری داریم روبرو میشیم که آبرنگیه، به نظر میاد چشمای خود سروش هیچکسه و انگار سروش هیچکس یک نقابی داره و جلوه آسمون در چهره آسمون قرار گرفته و کوهی که داریم میبینیم یه همچین حالی رو میده. خیلی چیز خاصی و من ازش ندارم که بگیرم، گرچه که همون ترکیب بنفش رو داریم دوباره توش میبینیم و آهنگساز کار چکاو بوده. بریم ببینیم کار چجوریه. یه پاس بزنیم، کورس کار بود دیگه، کاملا مشخص بود چه خبره. اوکی، من چیزی که میخوام یه خیال راحت بک بارم، کتابیام که چی بشه تو رو هم پا میذارم و همه قانونا هم زیرش، رفیقم روی حکم داد و یادگاری مینوش، برمیگردم ولی بدون دست بند، یه بطری پر یه دونه فندک، شادیامو تقسیم میکنم با هاتون رو صورت قاضی بکشم یه دونه لبخند. اوکی، اینجا دیگه حالت شورشی طور بود دیگه. البته اولش که داره میگه دیگه جایی که من میخوام برم و اینا، قانون اونجا نیه، جایی داره رو قانون پا میذاره، فراتر از قانونی، ما فراتر از قانونیم. اما نکته جالبش اینجاست که اینجا که حالا میگه یک بطری پر و فندک، که احتمالاً منظورش کوکتل مولوتوه و از اون دادگاه بدون دستمند داره میاد بیرون و رو صورت قاضی لبخند میکشه که چهره جوکر رو میاره تو ذهنم که با چاقو اینجوری لبخندو میکشیدن، چون دیگه به هر حال اون سقوط کرده قاضی، چرا باید لبخند بزنی، چه جوری باید لبخند بزنی، باید بکشیم دیگه با روج لبم که فکر نمیکنم کشیده باشه تو اون حالت. سیم میکنم باهاتون رو صورت قاضی بکشم یه دونه لبخند، من چیزی که میخوام پول ابجگی جیبمو زدن، همه چی بوی رانت میاد، ماش حساسیت داره میخارونم همه گیر شجاعت، حدس میکنه اصلا سم هر چی کثافت، هر چی تسلیم، هر چی که باید، هر چی تکبیر، عافیت طلبی ام دیگه جواب نید، از مال به دست خواه مالم دیگه اینو فهمیده. آجی اینجا چیزی که داریم میبینیم، میگه من چیزی که میخوام پول، از بچگی جیبمو زدن، از همه چی بوی رانت میاد. خب این حالتیه که ما از ایران میگیریم، یه کوچولو هم شاید کلیشه شده که هر اتفاق میفته به اون رانت چسبیده میشه، اما بوه میاد به هر حال. ماشه حساسیت داره میخارونم همگیر شجاعت، عدسه میکنه اصله سمتی، هرچی کثافت، هرچی تسنیم، هرچی که باید، هرچی تکبیره. خب مشخصه این جدا کردن دین و سیاست و حالا این کثافتی که از اون میاد، چون داره بعضی از لفظهای دینی مثل تکبیر
و اینا رو استفاده میکنه. اما مسئله اینجاست که اینجا یه مراعات نظیری داره به نوعی، میگه ماشه حساسیت داره، میخارونم، میخارونه ماشه رو، انگار داره میخارونه، عطسه میکنه و تشبیه میکنه این شلیک اسلحه رو به عطسه و این اسلحه احتمالاً حساسیت داره به کثافت و اینا. بعد دوباره میاد پایینتر، عطسه اسلحه میکنه سمت هرچی کثافت و اینا. عافیت طلبی هم دیگه جواب نیست، دستمال به دست، خایمال هم دیگه اینو فهمیده که مشخصه. ولی اینجا ببینید بازی با حساسیت، خارش، عطسه، عافیت، که حالا عافیت طلبی اینجا به معنی فهم کنم یه جورایی صلح طلبی طور معنی میده دیگه، سمت راه سلامت و اینجوری بیشتر اون ریختیه. و وقتی یکی عطسه میکنه میگن عافیت باشه، و دستمال که بعد از عطسه استفاده میشه. اینجا یک مراعات نظیر خوشگل بین این کلمات استفاده شده بود، گرچه که معنی اصلیشون جوره دیگه است و چقدر خوشگل اینو برده بود جلو. بنازم ماشه حساسیت داره، میخارونم، عطسه میکنه، رو هرچی کثافت، تا تا تا، عافیت طلبی هم دیگه جواب نیست. اینو حالا اینجا رو بعد الان یه بار دیگه گوش کنم ببینم چه جوری گفت، چون ویلگولینا نداره. دستمال به دست، یعنی دستمالی که تو دست خایماله اینو فهمیده، یا خایمال دستمال به دست هم اینو فهمیده، حالا هر کدوم. به هر حال اینجوریه که این موضوع دیگه به شدت واضحه که عافیت طلبی جواب نیست، اصلاح طلبی به نوعی، اینکه خیلی بخوایم مدارا کنیم که اینا درست بشه و همه چی تو راه سلامت باشه، نیست دیگه. اسلحه باید عطسه کنه، همچ حالتی. هر چی که باید، هر چی تکبیره، عافیت طلبی هم دیگه جواب نیده، از مال به دست خایمالم دیگه اینو فهمیده. من چیزی که میخوام درد، من چیزی که میخوام تو دستای سر، من چیزی که میخوام واسه جون بدم و خون داره میشه که از زخمای درد، من چیزی که میخوام درد، من چیزی که میخوام تو دست. خدایی حاجی، کانسپت ها و فضلسازی هیچ کس خیلی خوبه. یا یه چیز عادی مثلا چیزی که میخوام میاره تو این بازی، کلماتو میبینی اصلا لذت میبری. تو لیریک واقعا سروش هیچ کس خیلی دست نیفتنیه، عجیب غریب خوبه. من چیزی که میخوام واسه جون میدم و خون داره میچی که از زخمای برده، من چیزی که میخوام هیچی جاش نمیگیره، آزادی و میخوام که سیرشی، مخالفت مجاز یعنی تو سیرجیم و ازمون بخواه که شیرشی، من میدرم دیر نیست روزی که نیست چیم، سوزن چشای تیز گیر میکنه رو صفحه روزگار و تکرار میکنه، من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، به کم راضی نیستیم. خب من چیزی که میخوام هیچی جاش نمیگیره، آزادی و میخوام که سیرشیم، مخالفت مجاز یعنی تو سیرکیم و ازمون میخوان که شیرشیم، من میدرم شیر تو سیرک دیگه. و این به عنوان اون شیره میگم میدارم، مخالفت مجاز چجوریه، مثل یه شیری که تو سیرک دیگه کاری ازش بر نمیاد، شلاق به دست اینجوری. و میگه دیر نیست روزی که نیست شین، تموم شید و برید. اینجاش خیلی باحال بود، میگه سوزن چشمای تیز گیر میکنن رو صحنه روزگار رو تکرار میکنن، من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینو. انگار سوزنش گیر کرد و اینو خیلی خوب تو هم چپون که چشایی که بینان و تیز بینن و اینا رو یه سری صحنه ها گیرن که آقا این اصلا چه اتفاقی افتاد و اینها، و اون از یادشون نمی میره. و اینم که سوزنش گیر کرد، من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینو میخوام. و از اون ور سوزن و صفحه روزگار که داره میگه، دقیقاً یه گرامافون در نظر بگیرید، این صفحه و سوزنی که حالا اونو میخونه و اگه گیر کنه اینجوری هی گیر کنه، اینو خیلی خوشگل در آورد. بنازم سروش هنوز خلاقیت داره تو این سنا، هنوز خلاقه. اینو میخوام، اینو میخوام، به کم راضی نیستی، میخوام بدونی که من چیزی که میخوام از اینه دار میدم، میره زیر خاک، میره کینه ها و ریشه، میتونیم تو مسیر پیروزی دوباره میشه ساخت بیدار شی، یه مار پیچ هیچی نیستی، مار بیمار، میخوام هیچ چکی نمونه، با زغال بخت بیزنیم همه پرده ها رو آتیش، از پنجره فرصت ها میتابیم جای تاریک، و چیزی نمیخوام به جز که زندگی آتی. ای چیزی نمیخوام به جز زندگی عادی، یه یوتیوبر ساده‌ام میخوام که کارامو بکنم، توی کشورم باشم که برم بیام مردممو ببینم، همونجا هم ویدیو درست کنم، زندگی عادی به عنوان یه یوتیوبر، یه آدم عادی میخوام باشم که آقا بتونم اصلا هزینه سیرشم. آقا میدونی چی میگم؟ حالا میگه که من چیزی که میخوام هزینه داره، میدم هزینهشو، میدم، میره زیر خاک، مینه کینه ها. و این کینه ها رو به نوعی مین اینجا داره تعریف میکنه که میره اون زیر ریشه میدوونیم تو مسیر پیروزی دوباره میشه ساخت بیدارشین، همون مین ها و کینه هایی که مثل مین زیر خاک دفن شدن به هر حال ریشه میدن و معلومه داستان دیگه، دوباره میشه ساخت بیدارشین، یه مارپیچ، هیچی نیستین، مار بیمار، میخوام هیچ شکی نمونه، با زغال بخت میزنیم پرده ها رو آتیش، بخت زغاله دیگه، بخت سیاه، متوجهی؟ بختمون بخت سیاهه، با زغال اون ما پرده ها رو آتیش میزنیم، از پنجره
که فرصت ها میتابیم جای تاریک، هر روزنه فرصتی که میاد بعد از اینکه این پرده سوخت با اون زغاله میتابیم به جای تاریک که اونجا رو آگاهی رو حالا ببریم یا هر چیزی. من چیزی نمیخوام به جز یه زندگی عادی، همینه دیگه. بهرام و سورنا هم توی خون خورشید میگفتن یه جاش که میگفت زندگی چیه به جز اینکه با رفیقات بری بیرون کافه فلان. همینم آقا اصلا چه جوری میشه آدم حق همینم نداشته باشه؟ درست بری کافه چیزی که میخوای بخوری، جوری که میخوای بری، با کسی که میخوای بری. حالا یه سری چیزا بهتر شده ولی در کل باز چیزی که میخوام واسش جون بدم و خون داره میچی که از زخمای برد. من چیزی که میخوام درد. من چیزی که میخوام تو دستای سرد. من چیزی که میخوام واسش جون بدم و خون داره میچی که از زخمای برد. یه پاس بزنیم برای فرار از قوانین جدی و سختگیرانه کپی رایت. من چیزی که میخوام اگه نباشه میسازم، نگاهم رو به جلو فقط میتازم، مهم نی واسم چی میشه بگو دیوونه مثل منو کی دیده، طعم پیروزی میده انتقاممو شیرینه. من چیزی که میخوام همه چی، یعنی همه فرصتا، همه دریچه ها، همه خنده ها، اسلحه روی شقیقه ها، هر چی دیده باشم و همه ندیده ها. من چیزی که میخوامو میگیرم، کسی جلو دارم نیست، رود مزاب تو شیب عقاب تو دیدم. من چیزی که میخوام واسه یه بارم ثبات شوخی ندارم. اینجا که دیگه کاملا واضح بود. اینو من چند بار گفتم و یه مطلبیه که اولین بار من خودم از آیستی شنیدم و اونم اینجوریه که رپ خوب یا رپ خیلی خوب رپیه که علاوه بر این که داره رعایت میکنه استانداردها رو و قافیه و پانچ و همه این چیزا رو، اوج سادگی معناها معنای مفهوم گنده‌ای داره که سروش معمولا توی 99% کارش اینو داره و اینجا هم کاملا معلوم بود. ولی خب یه تیکش بود که کسی جلو دارم نیست رود مذاب تو شیب، که فهم کنم اینم مشخصه دیگه، رود مذابی که حالا مواد مذاب مثل آتش فشانی که فوران میکنه دیگه، چیزی نمیتونی جلوش رو بگیری دیگه، همه چی رو میسوزونه میبره، حتی این شغاله که احتمالا خونش میریزه. شوخی نداریم. بالوری زمان میگذره، در حال شمارشیم، دوباره تیک تیک میزنه تک تک، صدای آخرین گلوله تو آخرین خشاب شیر، آویزون میشه فرمانده کل قوا به تیر. اوهو، سیاست همون اوایل این داستانا دیگه که ارتشی ها رو اینا رو همه رو بستن و تیرباران همه رو به تیربار بستن. من چیزی که میخوام تو دستای سرد. من چیزی که میخوام واسش جون بدم و خون داره میشه که از زخمای برد. من چیزی که میخوام درد. من چیزی که میخوام تو دستای سرد. من چیزی که میخوام واسش جون بدم و خون داره میشه که از زخمای برد. یه پاز بزنیم، باید بزنیم دیگه، چند بار بگم فرار از قوانین کپی رایت. من چیزی که میخوام حبس داره درد. من چیزی که میخوام تو دستای سرد. میخوام حبس داره درد. من چیزی که میخوام تو دستای سرد. بعد پاس بذاریم. متاسفم. من چیزی که میخوام درد. خب آهنگو با هم شنیدیم. فضا سازی آهنگ و آهنگ سازی خوب بود. من دوست داشتم که بهترین خروجی های چند وقت اخیر سروش هیچکس بود. تکست به شدت تکسی بود، که تکسیه که میتونی به خاطر بسپری و کچیه و خیلی آپ تو پوینته، در حالی که داره راجع به معنای یعنی مفهومی صحبت میکنه که به خیلی طرزهای دیگه دیدیم یه کوچولو خشونت کمتر از بقیه آهنگا، در حالی که باز ریز بهش اشاره میکرد که هنوز این هست، اما خب کمتر شده بود و یکم بار ادبیش نسبت به آهنگای قبلیش هم باز دو سه تا تکای آخر تقریبا میشه گفت بهتر بود. بهترین جای آهنگ به نظرم همون یه تیکه ماشه حساسیت داره و میخارونم و اینها بود و در کل آهنگ خوبی بود. یه صحبتی که هست من دیدم، حالا دیروز ما نبودیم که بتونیم ضبط کنیم، اما تو فضا مجازی خب بودم و داشتم میدیدم واکنش ها رو و خیلی ها اینجوری بودن. خیلی ها، ببین تقریبا میشه گفت 90% رسانه ها و خیلی از مخاطب ها تو این چنل های تلگرامی و اینستاگرام و اینا اینجوری بودن که اشاره میکردن به اون باری که فدایی زده بود در آهنگ یادگاری، که میگفت اگه مهدیار نبود تو مثلا سی دی فروش بودی تو گلوبندک و اینا، و اینجوری بودن که سروش انگار میخواد اثبات کنه که واقعا همینه. چه آهنگ سازی های وای مهدیار کجا از این حرفا. این خیلی جالبه، یادتون باشه ما صحبت کردیم چند بار فکر کنم تو لایو امیری هم صحبت کردیم، اینکه این نظر مستقل نداشتن و اینکه نظرها ترند و فومو میشه و همه مثل توتی اینو تکرار میکنن خیلی جالبه. یه فلش بک بزنیم به 8 سال پیش، 8 9 سال پیش، آهنگ گریه داره اومده بود، دقیقاً یادمه
و اون زمان بود که خیلی ها حتی بعضی از رپرها مثل شانو که خب بچه‌ها امروزی احتمالاً یادشون نمیاد اینجوری بودن که حتی فوش میدادن به مهدیار تو با خواننده‌ای که ما باش بزرگ شدیم داری چیکار می‌کنی، این چه خروجی‌های، این چه میکس ها و مستر هایی و اصلا چی جوریه. این اتفاق ما تو آلبوم مجاز هم داشتیم و همه اینجوری بودن که مهدیار داره سروش هیچکس رو خراب میکنه، این چه ساندیه، این چه صداییه، میکس مستر کار بده. دوستانی که میگن میکس مستر همیان میکس مستر میکنین که راجبه آلبوم خونه خورشیدم میگفتن خیلی ها و میگن میکس مستر بده، آقا میکسش بده یا مسترش بده، کدوم بده و به چه دلیل بده؟ فقط دوست نداری این ساندو یا نه؟ اصلا مگه میشه چه چیزی میکس مستر بده؟ یعنی هم میکس رو ریدن هم مستر رو. و مسئله‌ای که هست میخوام بهش اشاره کنم این ساندیه که سروش هیچکس دوست داره و فضای کاریشه و تو اون حسایی که مثل خشونت، غم و تاریکی که بهت میده یه جورایی میطلبه این فضا رو، تو این زمین دارن بازی میکنن. برای همین وقتی که مهدیار هم بود خروجی همین شکلی بود و الان هم که کسای دیگه همین شکلیه. حالا شاید توی قضیه آهنگسازی و اون بیتای شاهکاری که همیشه سراغ داریم از مهدیار و گوشمون آشناست و اینکه الان اون بیتا دیگه نیست این داستان باشه، مهدیار هم خب اون فضایی بود که توش خوب بود میزد و از اون فضا هم بعد از آلبوم مجاز تقریبا خارج شد، کمتر شد تو حق بعضی جا دیدیم و تو آلبوم عشقی اصلا ندیدیم، تو اون سه تا ترک هایی که سگانه ها که میومد که کلن ندیدیم این داستانو و اونم یه جوری اومد اثبات که منم میتونم. ولی نکته اینجاست که شما بیاین بیاین دقت کنین چه زمانی که مهدیار بود چه اینجا ما داریم یه مدل میشنویم، یه ساندی رو که سروش هیچکس دوست داره تولید کنه، حالا به دلیل سلیقه‌شه یا دلایل دیگه‌ای داره، ولی از لحاظ این که بخوایم بگیم آقا این میکسش اینجا مشکل داشت، مسترش اینجا نه. و اینم یک سبک کاری، مدل کاریه که خیلی انجام میدن و هست، کار استاندارده. حالا اینکه گوش دوست نداره یه چیز دیگه است، بد بودنش یه چیز دیگه است. مثل مجاز، ما اینو تو مجاز هم دیدیم، مثلا اون بار اگه ارومیه بشیرود عرس میکشم که یه سال دو سال بود اومده بود و ترند شد بعد از یک ریمیکسی که اومد، که اون ریمیکس خیلی افتضاحه واقعا، چون علاوه بر این که نداشتن وکالو و وکال جدا شده بود اینا مشخص بود، اما مردم خب اون مدل رو دوست داشتن. حالا یا بیاد از مردم به هر حال اون ترند شد بعد از یکی دو سال شاید سه سال ترند شد. و این داستانه که سلیقه چه جوریه، آیا گوشا عادت داره و دوست دارن این کارو هی پلی بکنن و اینکه آیا استاندارد هست یا نه، دو تا مسیر جداست. و وقتی سوریش هیچکست ما داریم می‌بینیم چه زمانی که با مهدیار کار میکرد این خروجی رو میخواست، حالا شاید بیتا متفاوت بود، شاید که قطعا به هر حال مهدیار اکسپرت تو داستان بیت پرودوسر بودن و بیتایی که میسازه، ولی مسئله هست حالا چه جوریه. اون موقع میگفتیم فوش به مهدیار بود، مهدیار داری چیکار میکنی با هیچ کس، الان اینجوریه که مهدیار نیست، هیچ کس، داری خراب میکنی، این چیه وای، معلومه مهدیار نه بد باشه، مهدیار نبود توی چی نمیشه. نمیفهمم اینو، تا 5 سال پیش دلیل ضعف سروش هیچکس مهدیار بود، الان نبود مهدیاره. و جالب اینجاست که خیلی از اون آدمایی که دارن این حرفو میزنن یه شخص، یعنی همون شخصی که راجع به مهدیار این حرفو میزد الان داره این حرفو میزنه. دنبال دلیل‌های علمی باشید واسه چیزی که دوست ندارید، حالا چون صرفاً شما این چیزی رو دوست ندارید اولین دلیلی که میاد تو ذهنتون رو نگید. دارم میگم سروش هیچکس میتونه با 90 هرچی هر آهنگسازی که دوست داره کار کنه، شاید حالا بعضی تو ایران باشن مشکل داشته باشن به جز اونا، میتونه با همه کار کنه، ولی ساندیو که خودش دوست داره دوست داره دیگه، که اینکه آقا اصلا کار ساندش چجوری صدا بده، فضا سازی چجوری باشه. با مهدیار و چکاو و خودش و اینا هم فرقی نداره، حالا توی اون پروژه که با پوبون داشت که فضا خیلی حالا متفاوت بود، یک فضای دیگری بود، اما در کل این حالتیه که دوست داره توش کار بکنه. حالا اینکه دوست داریم یا نداریم یه بحث دیگه است، ولی دیگه اینور اونورا نچسبونیم بابا، دیگه انقدر تناقض، یعنی چنل میاد میذاره که راجب تناقض یه آرتیست میگه که اینجا اینو گفت اینجا اینجوری، که خودش رو میای نگاه میکنی زمان مجاز مهدیار ریده تو آلبوم، الان هیچ کس بدون مهدیار هیچ، چجوری. خلاصه این بود از این، یکم هم زیاده گویی کردیم، ولی در کل من ترکو خیلی دوست داشتم، ترک باحالی بود و حتی من بیتم خیلی دوست داشتم، اون صدا سینتیزایزری هم که اون زیر به عنوان که از ملودیا می اومد خیلی خوشگل بود، کلا کار باحالی بود. دمشون گرم، خسته نباشید. میگم نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید، امیدوارم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی و سون.